سلام، چطورین؟ به یه قسمت دیگه از آموزش های سفرسه چند روزی با سارا در خدمتتون هستم. تو این قسمت باز یه کاری رو از بچه ایده فارسی میخوایم انجام بدیم. کد 171 این کیف جا اینکی هستش که سه تا قطعه داره که من تو این ویدیو برای این قسمت، یعنی این قسمت دری که حالا میچسبه رو این قسمت کار و دکمه میخوره برای این قسمت و این قسمت اینجوری بسته میشه که میاد روی این کار. من اومده بودم داخل اینو کلن تکسون مکس زدم، بعد دیدم این قسمت بالا رو نمیتونم راحت ببندم، تکسون مکس قسمت بالا رو در آوردم و یعنی در واقع زیر این کار تکسون مکس نداره و چون کار یه خورده عجله‌ای بود، میتونین اصلا موقعی که این کار رو دارین انجام میدین، مثلا اگر چرمتون زخیمه یا مثلا چرم بزیه که پشت آستر اشبالت میزنین، اصلا نیازی نیست که این تیکه رو بچسبونین روی این کار، میدین با آستر بچسبونین و این قسمتی که حالا روی کار هست که از روی این مشخص میکنین، رو آستر مشخص کنین و دکمه رو روی آستر بزنین که این راحت اینجوری بسته بشه. و خب تکنیک خاصی هم نداره. تو این قسمت رنگ لبه رو یه بار دیگه بهتون یاد دادم به صورت کامل، پس حتما تا آخر ویدیو ببینین. امیدوارم از این قسمت هم لذت ببرین. فقط تنها تکنیکی که داره تکنیک زدن تکسون مکس هستش که خب معمولا وقتی فوم تکسون مکس یا اینجور چیزا رو داریم داخل کار میکنیم، حتما باید نیم سانت دور رو در نظر بگیریم و تنها تکنیکی که داره حالا همینه که تو ادامه ویدیو بهتون گفتم. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم که ادامه ویدیو رو ببینیم. سابسکرایب یادتون نره، همینجور که من به شما انرژی مثبت میدم، شما این انرژی مثبت رو به من برگردونین. کانال یوتیوب من یک کانال نوپا هستش، پس به ناگاه‌های زیباتون نیاز داره. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا یار نگهدارتون. به خاطر اینکه نیاز به سفتی داره که اون مثلا راحت بتونیم عینک رو بذاریم داخلش یا هر چیز دیگه، میخوایم از تکسون مکس استفاده کنیم. وقتی که تکسون مکس رو میخوایم بزنیم روی کاری، باید نیم سانت تا حالا 75 میل یا نهایت 1 میل از دور کار تکسون مکستون کوچیک‌تر باشه. که من الان تکسون مکس های پرتی که دارم میام گروه میکشم رو کار به این صورت که حالا بعد نیم سانت رو از اینایی که دارم میکشم کم کنم.
آزمایش بزنم برای داخلی ای. این نکته رو در نظر بگیریم که الان شما این قسمت باید این درمون تا بخوره و چون اینجا تکسون داره شاید این قسمت تا نخوره، پس میایم از با استفاده از این رو مشخص میکنیم که کجا قسمت تا میشه، که میشه دقیقا اینجاها، و اینو ازش کم میکنیم. یعنی چی؟ یعنی من الان نیم سانت رو باید اینجوری بکشم. خب اینو میارم یک کوچولو پایین تر، از اینجا بکشم به این حالت. مجبور میشین که باز کنین کار. من دکمه اینجا رو زدم، دکمه اینجا رو هم زدم. حالا بریم نقطه ها رو بذاریم، نقطه گذاری ها رو انجام بدیم. چون میخوام با سنبه چنگالی این رو بزنم، این محدوده خط رو فقط مشخص کردم چون سنبه چنگالی خود سایز همین سایز ویل فارس هست. رین خط برام بزن. خب و این رو من دستی میزنم. اینجا رسم کردم رو الان میخوام نقطه بزنم، ولی با این سنبه چند سر که کارت رو هم که همیشه باید بذاریم زیر دستمون. دقیقا رو همین خط سوراخ میکنم. میریم برای انجام دادن دوخت. خب دوستان، یه نکته ای رو اینجا میخوام بهتون یاد بدم راجع به نخ. خب شما وقتی میخواین یه قسمتی از کار رو دوخت کنین، میخواین نختون اضاف نیاد یا اصلا مثلا نختون کم نیاد. مثلا من الان این تیکه کار رو میخوام دوخت کنم، نخم رو میذارم لب به لب به این صورت، اینه متر، این رو متر میکنم شد اینقدر. یعنی یه دور این کار رو بخوام برم میشه اینقدر. این رو سه برابر میکنیم، یعنی این یک دو دو و اینم سه، حالا یک کوچولو هم بیشتر میگیریم. خب این الان میشه دوخت رفت و برگشتمون برای این قسمت کار. من دارم نخ چیز استفاده میکنم، نخ ابریشم دارم استفاده میکنم، چون تو این رو برای کیف، برای یکی از کیفا داریم میزنیم. بعد وقتی میخواین دوخت نخ ابریشم رو گره بزنین، از یه لایه که رد کردین، اینو که رد کردین، باز برگردونین تو کار نخ رو، یعنی برگردونین تو سوزن
به صورت برعکس. این اگر نختون هست به صورت برعکس این رو برگردونین. خیلی کار سختیه. خب اینجوری که برگردوندین تو کار یه همچین حالتی درست میشه. بعد این ته نختون رو ببرین تو این دایره و اینجا رو گره بزنین. اینجا گره میخوره و این دیگه باز نمیشه. خب این قسمت کار باید به چسب اینجا، یعنی دقیقا پایین این کار، و من چسب نمیزنم دیگه. حالا آخر سر شاید یک کوچولو چسب زدم به خاطر اینکه میخوام رنگ لبه بزنم، این دوتا لبه ها به هم بچسب، ولی الان نیازی نمیبینم که بزنم. نکته رو اینجا بگم که من بعد متوجه شدم، چون چرمم چرم بزی هستش اما جنس چرمه یه خورده خشکه و مجبور شدم آخر سر این قسمت، این تیکه‌ای که داخل قسمت بالا تکسون کار کرده بودم رو در بیارم، چون اینجا خودش به اندازه کافی دولا میشد و خب خیلی زخیم میشد و وقتی این در بسته میره، یعنی در رو نمیتونستیم راحت ببندیم، برای همین تکسون این قسمت رو در آوردم. تکسون فقط تو این قسمت و پشت اینجا کار شده. گفتم این نکته رو بهتون بگم. الان هم دارم این قسمت پشت رو دوخت میکنم. شما اینه من نکنین که روی چرم رو مشخص، یعنی روی چرم مشخص بشه از پشت کار. اگر برای زیباییش میخواید، چون من خیلی عجله دارم و اینکه زودتر باید آماده بشه، شما سعی کنین آستر این قسمت رو که در آوردین رو آستر، این رو آستر بچسبونین، این قسمت رو دوخت کنین، فقط دور کارتون باشه که با قسمت پشت دوخت میشه. البته رو خود الگو هم رو این قسمت نقطه گذاری کرده، ولی شما این کارو بکنین که رو آستر این تیکه داخلی دوخت بشه که اینجا چرمتون هم آسیب نبینه، خیلی بهتره. خب این قسمت رو تمام کنیم. قبل از اینکه رنگ لبه رو شروع کنم، اول باید این حاشیه های اضافه کار رو بچینم. یه خورده یه کوچولو خطا داده که اینجا یک سطح بشه. حتما سعی کنین قبل از اینکه رنگ لبه بزنین این نکات رو دقت کنین و انجام بدین، حالا چه از جلو چه از عقب. اگر بلندی داره هم سان کنین قسمت ها رو. خب با این که دور رو یک دست کردم، ولی بازم سنباده رو میکشم که اینجا کاملا صاف بشه. این سنباده ای هم که میکشم سنباده 40 هست که بیشتر برای تیز کردن فلزات استفاده میشه، چون پشت پارچه ایه، پشت اونایی که پشتش اینجوری کاغذی هستش و کلن جنسشون کاغذیه، بیشتر برای بعد رنگ لبه استفاده میشه. و این سنباده رو میزنیم که اینجا کاملا صاف و یک دست بشه. حتما اگر میخواین بزنین چسب رو خوب بزنین. حالا من این قسمت چسب نزدم،
چون دیگه به قولم من خلقه کارم دستم هست و میدونم حالا اگر احیانا بعد این سنباده کشی ببینم جایی نیاز به چسب داره، حتما اینجوری با سر کاردر یا سر کارد اینا اون رو پر میکنم. اما اگر ببینم نیاز نباشه همینجوری رنگ لبه رو میزنم. اگه تا حالا تو این حالتی که هست رنگ چیز چسب بزنین دور کار به این صورت میشه. میتونین با یه خلال دندون یا گوشه یه کارت یا کاردک هرچی که حالا دم دستتون هست و ظریفه، حالا من اینجا چسب میریزم یه مقدار و به این صورت چسب رو میفرستم لایه کار. من به این تکنیک هایی که حالا بهتون یاد میدم چندین سال عادت کردم، حرفه‌ای دارم انجام میدم دیگه. حالا اون دوستان و عزیزانی که اول راهشون هست لطفاً این کار رو نکنم. من معمولاً تو دیسکریپشن می نویسم که راه های ارتباطی رو می نویسم، حتما از طریق راه های ارتباطی با من در تماس باشین. اگر سوالی چیزی داشتین من حتماً بهتون جواب بدم و سر خود یعنی کاری نکنیم که بعد بگین سارا گفته. رنگ رو استفاده کردم رقیق هست، یعنی آب ریختم توش و رقیق هست. میزان رقیقی حالا چیز که به دستتون بیاد ببینین نباید، این در حال چکه کردنه ولی هنوز نچکیده از کار، یعنی غلظت کار چیز رقیق بودن کارتون باید در این حد باشه که نه خیلی سفت باشه که ازش کنده نشه، نه اونقدرم رقیق باشه که تون 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 چکه کنه. در این حد خوبه که حالا من از این قسمت کوچیکی کار شروع میکنم، چون اینجا رو هم من رنگ لبه نزدم. رنگ رو میذارین رو کار و در امتداد با دستتون رنگ رو میکشین و با خودتون همراه میکنین. گوشه کار من یه کوچولو چون اینجا دیگه رفته تو دوخت نمیتونم با چیز بزنم، با قلمو بزنم، قلمی که حالا دستم هست، با خلال دندون میزنیم. خب رنگ رو پس میذارین رو کار و هم جهت با دستتون رنگ رو میارین. برای این کار رو نکنین این قصه، الان من خیلی عجله دارم برای این کار، برای همین شما این کار رو نکنین. قبل از اینکه این بدنه رو بچسبونین دیکه رو رنگ بزنین. خب برای رنگ حالا دور کار هم همینجور به همین صورت رنگ رو میذارین رو کار، به هیچ عنوان رنگ رو نزنین به کار، چون این وقتی خشک بشه حالت برجسته میگیره و جالب نمیشه. بعد من این دور کار رو هم چیز نزدم، مانیکور نزدم، مانیکور که بیفته دور کار، چون میگم که یه خورده برای این کار عجله دارم. اگر دوست دارین میتونین مثلا حالا یه خورده رنگتون حالت صیقلی تر بگیره، تو چند تا پست قبل راجع به گردکن یا همون مانیکور چرم صحبت کردم که میشه این که میذارین دور کار و این دور کار رو یه خورده براتون میبره، هر دو طرف براتون میبره و رنگی که میزنین یه خورده حالت صیقلی تر میگیره. که تو چند تا پست قبل راجع بهش گفتم، میتونین ببینین. دور دوم رو که زدم خیلی بهتر شده،
ببینین که حالا بقیه کارهاش با سنباده کشی حل میشه. اول یه گوش پاکن همیشه کنار دستتون با یه آب باشه که دور کار رو خیس کنین و با سنباده پی 360 سنباده پشت کاغذی قسمت هایی رو که دارین آب میزنین رو سنباده میکشین. ببینین من الان سنباده کشیدم. خب ببینین به چه صورته، الان صاف صاف شده. خب این سنباده تموم کنم باز برمیگردم میگم چه چیزایی باید بهش بزنیم. خب من دور کار رو سنباده زدم، تقریبا تمام کار رو صاف کردیم. این آرمیتاژه و اینم وازلین. وازلین اگر میگیرین حتما این جنس بگیرین چون چربیش خیلی بیشتره، خیلی زیاده. خب اول وازلین رو یه دست میزنیم، باز سنباده میکشیم روش که جذب بشه این وازلین. سری دوم که میزنیم آرمیتاژ میکشیم که یه کار براق و تمیز رو به همون میده. به این صورت میبینی؟ این آسون ترین رنگ لبه ای است که میتونین بزنید. و خب اینم که جای عینک به این صورت میبندیم و یه همچین حالتی در میاد. امیدوارم از این قسمت هم لذت برده باشین. تا قسمت بعدی خدایا رو نگهدارتون.